مطلوب و رضایت بخش هر تلاشی در اصل ثمره آن تصمیم درست بوده که به نیکویی توانسته یا توانستند اندیشه و تفکر نمودند و معمولا آن را به سادگی خردمندانه و یا حکیمانه می‌خوانیم و برعکس در صورتی که بازده فعالیت‌هایی که به شکست و خطا رفته آن را ناحکیمانه و دور از خرد می‌دانیم. بنابراین واژه حکمت و حکیمانه برگ پیروزی و موفقیت هایی هست که ثمرش یک تصمیم درست بوده برای زندگیمون. اما حکمت چیست؟ هرچند معانی متفاوتی داره از دیدگاه علم، فلسفه، نظرپردازان، حتی هنر جدیدن روی اون نیز نظر میده و حتی مذهب، اما همگی اونها بر این معتقد هستن که این واژه در امور زندگی هر انسانی ضروری و الزامی است. حکمت در ادبیات فارسی به خوبی می‌دانیم که به معنای دانایی، بردباری، درست کرداری، درست گفتاری، فرزانگی، عدل و نیکویی است. و شاعر نیز در این رابطه میگه: نباشد خرد جان نباشد رواست، خرد جان پاک است و ایزد گواست. اما ریشه این واژه عربی که از حروف ه که و میم تشکیل شده همانا حکم را عنوان میکنه که برخی آن را به معنای باز داشتن یعنی مانع شدن جلوی آن را گرفتن. از دیدگاه علمی وقتی به اون میپردازن در اصل قادر هست که انسان را از هر کار زشت و نادرست باز داره و بر همین اصل از لگام و همون ابزار استفاده میشه که به دهانه اسب میزنن، که بازم این یک تشبیه هست لگام که از عربی گرفته شده، چون توان اون رو داره تا اسب رو از سرکشی باز داره و فرمان روا را حاکم میخواند تا چون بتونه در برابر ستمگر بیسته، یعنی با زور و جبر استاده بیگونه. به نوعی حکمتی که در انسان و در زندگی بشریت تعریف شده یک قانون سخت و یک شریعت سختی هستش که همان امر به معروف و
و نهی از منکر از او بیرون میاد و دستوری و امری میباشد که در آن میتواند منافع شخص و حتی منافع افرادی در اون نهفته باشد. در اول خروج باب 1 شاهد بر این هستیم که اشاره میکنه زمانی که فرعونی اومد بعد از اینکه یوسف خدماتی رو انجام داد در مصر و اون فرعون به هیچ وجه تاریخی از بنی اسرائیل نداشت و تاریخی از یوسف پادشاه نداشت که چه خدماتی انجام داده، متوجه شد که چقدر اینها دارن جمعیتشون زیاد میشن و چقدر توانگر هستن و قوم خودش رو صدا میکنه و به نوعی به حکمت انسانی با آنان سخن میگه. در کتاب خروج باب 1 از 10-11 رو براتون میخونم. اعلام میکنه به قوم خود گفت، یعنی اون فرعون، همانا قوم بنی اسرائیل از ما زیاده و زورآورترند، بیایید با ایشان به حکمت رفتار کنیم، یعنی به نفع خودمون، آنچه را که برای ما میتونه خوب باشه، آنچه را که از ترس و نگرانی آمده. اینها را من میگم که هوشیار باشیم وقتی دست به عملی میزنیم، سخنی میگیم. اگر شما میبینید که نفع من اونجاست، منافع ما فقط اونجا هست و این از ترس ریشه میگیره، این حکمت الهی نیست. مبادا برچسب حکمت الهی بزنید، این همون حکمت انسانیه که داره در ما عمل میکنه. اعلام میکنه با ایشان به حکمت رفتار کنیم، مبادا که زیاد شوند و در واقع شود که چون جنگ پدید آید، ایشان نیز با دشمنان ما همدستان شوند و با ما جنگ کرده از زمین بیرون روند. و میدونیم که قوانین خیلی سختی رو فرعون در اون زمان برای بنی اسرائیل ایجاد کرد، کارهای دشواری رو به اونها داد، حتی نوزادهای پسر رو نیز اعلام کرد که باید کشته بشن. اما حکمت الهی کاملا با حکمت انسانی که در آن منافع طلبی و طمع و غرور میتواند حاکم باشد متفاوت است، چون حکمت خدا بر هدفی مقدس است که در آن حقیقت، عدالت، محبت، رحمت، آزادی حاکم خواهد بود بدون هیچ جبری و ترسی، بلکه پند و نصیحت دلسوزانه میزبان مریدان حکمت خدا خواهد شد. در مزمور 32:8-9 اعلام میکنه نویسنده، تو را حکمت خواهم آموخت. پس حکمت خدا آموختنی هم هست، جبری نیستش. اگر میخواییم به کسی درسی رو بدیم، میباید به او بیاموزیم و بهترین آموخته ها با تشویق شروع میشه، نه با تنبیه، نه با زور، نه با غضب، نه با ترس. در پرانتز میگم، فراموش نمیکنم موقعی که شاید یک کودک 7-8 ساله بودم و به تشویق مادرم کلاس های قرآن رو می رفتم، شخصی بود که فلج بود و معلم ما، و این برای حرکت کردن باید خوش به زمین می کشید و واقعا هم هیچ علاقه، من خودم شخصا به زبان عربی اصلا نداشتم و خیلی هم مثل ما بودن، 7-8 سالمون بود دیگه، حالا شما تصور بکنید، و اونم تو تابستون. هر بار که ما اون درس رو تمرین نمی کردیم، این یه چوب خیلی بلند داشت و نمیتونست ما بزه، از راه دور میزد تو سر و صورت ما که ما اون رو یاد بگیم. هیچ وقت یاد نگرفتیم، به اندازه که لازمه که شخص مسلمون بود یاد گرفتیم در اون زمان، اما کمک به ما نکرد که ما تشویق بشیم. پس حکمت با جبر وارد نخواهد شد، چرا که مشخص از قبل از یک ترس و نگرانی میاد. میگه تو را حکمت خواهم آموخت و به راهی که باید رفت، که درش یک هدف مقدس هست، درش یک رویا هست، درش یک چشمنداز بسیار خوب هست، تو را به راهی که باید رفت و به خاطرش، یعنی آفریده شدی به خاطر اون راه،
ارشاد خواهم نمود و تو را به چشم خود که بر تو هست، یعنی به توسط روح خدا، روح القدس که در تو هست، که تو را درک میکنه، کاملا میدونه چگونه باید تو را تعلیم بده. همه ما شخصیت های متفاوتی داریم، حتی توی خانواده شما نمیتونی تصور بکنیم که دوتا برادر که با هم نسبتا حالا به دو سه سال سن دارن با هم بزرگ میشن، هر دو شخصیت هاشون یکی باشه. والدین با هوشیاری میباید با هر کدوم اونها به طریقی نیز رابطه داشته باشن که مبادا لغزش بخورن، و خدا چقدر بیشتر این رو میدونه. پس حکمت خدا این گونه هست، هوشیار باشیم. عملکرد زندگی یک مرد خدا و زن ایمان رو با خودت قیاس نکن، منتظر کار خدا باش. خدا به روشی که میدونه تو لازم داری به حکمت با تو عمل میکنه، اما شاید با رسول به نوعی دیگه عمل میکنه. پس تصور نکنیم که به همون روشی که خدا یه شخصی رو برکت داده، من و شمارم باید برکت بده. اینها رو من مدام توی پرانتز میگم که بتونیم از این کلام زیبای خداوند پند بگیریم. و اعلام میکنه نصیحت خواهم نمود. مثل اسب، این بی احترامی نیست عزیزان، داره مثل میزنه، مثال میگه، میگه مثل اسب و قاطر بی فهم مباشید که آنها را برای بستن دهنه به لگام، همون که عرض کردم که ریشش از عربی برمیگرده، نیز زینت میدهن، یعنی به اون دهنه که به اسب میزنن، میگه زینت میدهن، درست انگار گویا فریب میده، گویا که برای فریب استفاده میشه. چرا که اون حیوان که چیزی درک نمیکنه، چون درک درستی نداره، اون رو به دهنه میزنن تا بتونن ازش استفاده کنن و کنترلش کنن. و اعلام میکنه و الا نزدیک تو نخواهد آمد، بدون اون لگامی که ازش استفاده بشه. حکمت خدا با آزادی نصیب انسان میشه و نه با جبر. فریدون فرخزاد نیز اعلام میکنه وقتی که میخواهید به گنجشکی خوراک دهید فرار میکنه. چرا؟ چون میدونه آزادی با ارزشتر از نان هست. پس همه موجودات بر روی زمین برای آزادی ارزش قائل میشن و دوست دارن در این آزادی زندگی کنن و اون رو حفظش کنن. حتی برای دریافت حکمت، اون حکمت باید به آزادی به ما داده بشه، با جبر نمیشه. به طور خاص عرض کردم توی تعالیم همین، معلمی متوجه میشه یکی از شاگرداش به هیچ وجه تکلیفاتش رو انجام نمیده و مدام توی مدرسه تنبلی میکنه، و برای اینکه بهش یک درسی رو داده باشه جلوی همه بچه ها بلندش میکنه، میگه ببینم اینقدر میگی من خوندم، کدوم قسمت رو خوندی؟ همین الان یه جمله بساز. میگه معلم با چی جمله بساز؟ میگه با بیل جمله بساز. میگه خب هابیل. میگه ببین گفتم با جمله بساز، هابیل کلمه است. میگه خب همینو بلدم هابیل. میگه ببین با دو تا بیل جمله بساز. میگه هابیل قابیل. میگه بازم که اینا اسم هستن، اصلا با سه تا دونه بیل جمله بساز. میگه قابیل هابیل رو با بیل کشت. میگه ببین اصلا میدونی چیه؟ خب اینجا لجبازی شد دوباره. حکمت با لجبازی نیست. میگه اصلا با هفت تا بیل بساز. میگه بیل میرم، هابیل قابیل رو با بیل کش، یا بابیل هابیل رو با بیل کش. نه معلم شاکی میشه، میگه اصلا میدونی چیه؟ با سی تا بیل حالا به جمله بساز. و رو میکنه میگه این که از همش راحت تره. میگه چطور؟ میگه بابای من یه سیبیل خیلی پرپشتی داره، تو خبر نداری. اگر ما با حکمت زور بخوایم تعلیم بگیریم و تعلیم بدیم، هرگز موفق نخواهیم شد. حکمت خداوند رغبت خداست بر هر کسی که مشتاق اون باشه، اما با میل به شناخت خدا و با ایمان و اعتماد به اراده خدا، تا بتواند در صبر و آرامش بدون هیچ ترسی به خدا توکل کنه. ایوب، همه ما میدونیم که در رنج و عذاب بسیاری قرار و تفکر بر این میکرد چگونه میتونه از این مشکلات رهایی پیدا کنه، چگونه میتونه از این درد رهایی پیدا.
به چه دلیلی افتاده توی این مشکلات، و برای او حقیقتاً جواب این سوال یک سر شده. از این رو در کتاب ایوب 28:20 می‌خوانیم که اعلام می‌کنه ایوب: پس حکمت را از کجا می‌توان به دست آورد و منشأ دانش کجاست؟ سوال ایوب به فاصله کم جواب داده میشه به توسط خداوند. در همون باب آیه 23 می‌خوانیم که اعلام می‌کنه: تنها خدا راه حکمت را می‌شناسد و می‌داند، آن را می‌توان دریافت کرد. شاعر نیز اعلام می‌کنه: به نام آن که تن را نور و جان داد، خرد را سوی دانایی عنان داد. مسلماً چگونه دریافت نمودن حکمت نیز سوالی می‌تونه باشه برای همه ما. برای ایوب هم این سوال بود. اما در همون باب آیه 28، یعنی باب 28 آیه 28 اعلام میکنه: خدا به انسان گفت یقین بدانی که ترس از خداوند حکمت حقیقی و پرهیز کردن از شرارت دانش حقیقی هستش. گفتیم ترس از خداوند یعنی چی؟ یعنی شناخت خدا، نزدیک شدن به خدا، معرفت خدا رو نیز شناختن و ذات خدا و از هدف خلقت نیز آگاه شدن. پس کشف حکمت خدا در اندیشه و افکار ما مانع هر نوع ترس و نگرانی یه واهی خواهد شد تا تصویری درست از شناخت خدا و چگونه توکل به اون رو داشته باشیم، که چگونه ما میتونیم به خداوند توکل کامل داشته باشیم بدون ترس، بدون اینکه بخوایم ما آسیبی بخوریم در مسیر زندگیم. مزمور 56:3-4 اعلام میکنه: ای خداوند، هنگامی که میترسم به تو توکل میکنم. چرا که اگر در اون زمان به خدا توکل نکنه، تصمیمات و برنامه هایی رو خواهد داشت که حکمت انسانی از اون در میاد و در مسیر این حکمت انسانی مسلماً آسیب خواهد خورد. و اعلام میکنه: به خدا توکل میکنم و نمیترسم. توکل حقیقی این هست: او را به خاطر آنچه که انجام داده است شکر مینمایم. یعنی به یاد میارم تمام گواهی های خداوند رو توی زندگی، که در گذشته چگونه منو دستگیری کرده، چگونه به داد من رسیده. پس بنابراین مجال این رو نخواهد داد که ترس وجود او رو بگیره. پس انسان فانی به من چه میتواند بکند؟ نویسنده اعلام میکنه: خردمند کسی هست که بتواند در برابر هر مسئله چاره های گوناگون را بیاندیشد. و مسلماً در اون مسیر هستش که خدا بهتر میتونه تو اون آرامشی که اون شخص داره اون رو دستگیری کنه و به اون کمک کنه برای رسیدن به اون هدفش. ما که امروز به مسیح ایمان آوردیم، ما چه دلیلی داریم برای اینکه نترسیم؟ همون گونه که در 4 انجیل شاهد هستیم، 2000 سال پیش عیسی مسیح به خاطر تمام دردهای ما، به خاطر تمام رنجهای ما، به خاطر تمام اسارتهای ما، به خاطر تمام غمها و گناهان ما روی صلیب رفت تا ما آزاد بشیم و این آزادی رو داریم. آنچه که ایوب به دنبالش بود میباید در جستجو بود، اما امروز ما در برابرمون داریم. ایمان ما این رو گواهی میده که خداوند میخواد به ما حکمتی بده که ما از رنجها و ترسهامون و اسارتهامون آزاد بشیم. آیا میل به این رو داریم؟ اگر میل به این رو داریم، روح القدس رو نیز داریم که قوت ما باشه و به ما یاری بده. در انجیل یوحنا 14:1 میخونیم که اعلام میکنه: دلهای شما مضطرب نشود. این یک پنده، این یک نصیحته، این یک ضرورته که مسیح داره میگه. دلهای شما مضطرب نشود، به خدا توکل نمایید، به من نیز ایمان داشته باشید. در صورتی که ما کاملا مشتاق حکمت خدا هستیم، میباید کاملا به اون نیز توکل کنیم و از هر تجربه بد، از هر سخن منفی، از هر اندیشه نگران کننده دوری کنیم، که چرا که در آن زمان
عقل ما به حکمت خدا نمیتواند یک تصویر خوب به ما بده. اون ذهنیت ما و اون تجربه ما خواهد بود که ما رو دوباره نگران خواهد کرد. مولوی نیز اعلام میکنه: هر که عشقش در تماشا نقش بست، عینک بدبینی خود را شکست. هر کسی که نگاهش کاملا به خود خدا هستش، به اون توجه میکنه. همه ما تجربه داریم در این رانندگی و مسافرت، همین که کمی باران میاد و یا برف میاد، این باران کم و حتی برف کم مانع دیدن ما میشه. اون موقع چیکار میکنیم؟ از برف پاکن استفاده میکنیم. زمانی که میبینیم سخنان منفی از دیگران، از تجربه گذشتت، از احساس اشتباه داره تو رو پوشش میده، بلا فاصله برف پاکن تو روشن کن. برف پاکن چیه؟ اون در حضور خدا دعا کن، کلام بخون، تماس بگی با یک ایماندار دیگه ای و اجازه نده این ترس و نگرانی حاکم بر ذهن تو بشه تا تصویر اشتباه به تو بده. به جای اینکه پیروزی ها رو ببینی، موفقیت ها رو ببینی، با یک نگرش اشتباه تو یک جایگاهی خودت رو قرار بدی که به تو آسیب بزنه و نتونه جایگاه خوبی رو برای تو داشته باشه. پس لازم هستش که فکر و ذهنمون رو همون گونه که امروز اومدیم در کلیسا در ابتدا گفتم تقدیس کنیم. تقدیس کنیم. بهترین زمان برای تقدیس افکارمون فکر میکنید کی هست؟ قبلا در این رابطه صحبت کردیم. موقعی که میخوای بخوابی با ترس و نگرانی نخواب، با اون سموم روانی نخواب، با اون افکار پریشان نخواب. قبل از اینکه میخوای بخوابی یک 10 دقیقه یه رو برو در حضور خدا و تمام آنچه را که در طول روز باعث آسیب فکر تو شده، ذهن تو شده، همه رو بر در حضور خداوند و اجازه بده کاملا تقدیس بشی. و وقتی این تقدیس شدن رو لمس میکنی، احساس میکنی که کاملا پاک شدی، مطمئن باش که زمانی هستش که میتونی به راحتی بخوابی. در کتاب امثال 3:5-6 اعلام میکنه: به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما، به تمامی فکر خودت، به تمام احساس خودت. موقعی که میخوای بری بخوابی توکل کن به خدا تا نترسی. به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکیه مکن. در همه راه‌های خود نسبت به آرزوهات، مصلحت‌های دلت، برای خودت، برای بچت، برای دوستت، او را بشناس. یعنی اراده خدا رو بشناس که در این رابطه اراده خدا چیه. پس اون موقعی که شما مجبور نیستید که از ترس دروغ بگید، چرا که در حکمت خدا دروغ نیست. اون موقعی که مجبور نیستی که به خاطر اینکه بتوانید موفقیت خودتو و خانوادتو، بچتو، دوستتو ببینی ریا کنی، پنهانگری بکنی، چرا که در حکمت خدا ریا و پنهانگری نیستش. میگه در همه راه‌های خود او را بشناس و او طریقهایت را راست خواهد گردانید. اون بهترین مسیر رو به ما خواهد داد که ما چگونه نیز بتونیم عمل کنیم تا به یک جایگاه درستی برسیم. شخصی میره توی فروشگاه حسابی خریدش رو میکنه، بعد از 10 دقیقه که توی صف صندوق وایساده بوده، یه دفعه دست میکنه تو جیبش، میگه ای هیچ شب نه پول برده نه کردیت کارت برده. همون روش که خدا یلا آبه میبینه چرا وقت گذاشتم، خواهش میکنم خودت برام یه فکر کن. همین که داشته دعا میکرد، فکر میکرد، یکی از دوستای خیلی صمیمیش وارد فروشگاه میشه، که خدای قربونت برم نمیخواد اصلا کاری بکنی، خودم یه فکری برای خودم کردم. طرف رو صدا کرد که بیاد کمک. خیلی موقع هستش ما از خدا کمک خواستیم، خدا دست منو تو میگرفته، اون حکمت خدا بوده، ولی عوض میخوام خیلی زود فراموش میکنیم و اصلا فکر نمیکنیم که این همون خواسته ای بوده که ما میخواستیم و خدا از این حکمت استفاده کرد، در این مسیر ما رو دستگیری کرده. اندیشمندی اعلام میکنه: ساحل درت را به خدا بسپار، خودش قشنگترین قایق رو برات آماده میکنه، اگر این موقعیت و این ایمان رو نیز داشته باشیم. بنابراین برای داشتن
یک چشمانداز خوب و پر امید و مطمئن و حقیقی میباید از چشمان خود خدا استفاده کنیم. باز شاعری اعلام میکنه: بیایید کمتر خطوط دلهای ما را اشغال کنیم، شاید خدا پشت قلب ما نیز ایستاده است. بریم با هم دیگه نامه کلوسیان 3:1-2 رو داشته باشیم. آیا همه بروشور دارید؟ اونهایی که بروشور ندارن لطفا دستا بره بالا. سپاس کنم. دستاتون رو ببرید بالا اونا که بروشور. یه لحظه اجازه. چون با مسیح برخیزانیده شدید، آنچه را که در بالاست بطلبید. در آنجایی که مسیح است. خب وقتی که میطلبیم باید چیکار کنیم؟ بهش وفادار بشیم. وقتی میطلبیم دیگه فکر به عقل خودمون رو لطفا نمیخوام بگم تعطیلش کنیم. خیر، خداوند این افکار رو ما داده که ازش استفاده کنیم. اما وقتی اراده خدا رو میخوایم تحت اراده خدا بریم، مانند یوسف به چاه افتاد، به زندان افتاد. شما غرغرهای یوسف رو خوندید تا تو کلام؟ ما از ایوب خوندیم ولی از یوسف نخوندیم، چون درک کرده بود اراده خدا حکمت خداست، پس بهش توکل کرد. پس اگر من حکمت خدا رو میشناسم، با خدا آشنا هستم، میدونم خدا حکیم هست، نمیترسم، بهش کاملا توکل خواهم کرد. در غیر این صورت خیر، من در مسیر آسیب زدن به خودم هستم، در یک جنگ دوگانه نیز قرار خواهم گرفت. بله، به دست راست خدا نشسته، در آنچه بالاست تفکر کنید، نه در آنچه بر زمین است. آمین آمین آمین. پس اگر نمی ترسم، دست به اعمال و کارهایم نمی زنم که عجیبه. شخصی افتاده بود روی نفری، همطور با مش میزد تو صورتش، میگفت کمک کنید. یه نفر داشت همجور رد میشد، گفت تو که داری پوست اینو میکنی دیگه، کمک برای چی میخوای؟ میگفت آخه نمیدونی، این گفته اگه من بلند بشم میکشمت. اگه توکل به خدا کرد چرا میترسی؟ چرا نگران هستی؟ اگر حقیقتا خدا رو میشناسی که پدر تو هست و این محبت رو داره و اون هستش که بهترین برنامه ها و رویاها رو توی زندگی ما قرار داده تا بتونیم در موقعیت خوب قرار بگیریم، و اون هستش که حتی افکار نیکو به ما میده تا بهترین زندگی رو تحت اراده او داشته باشیم. اندیشمند اعلام میکنه خدا به ما رویا میدهد تا تحقق پیدا کند، نه ما را مایوس کند. اگر خداوند به ما رویا داده، به فکر اینم هستش که یک جا این رویا کامل بشه، مشروطه برای این که به این رویا بینگریم. خداوند به کلیسای خودش رویاها داده. میتونیم بعضی از رویاها رو اعلام کنیم دیگه؟ بله، آبادانی دیگه، داشتن کلیسا، بله، رسوندن خبر خوش به هموطنان عزیزمون دیگه، بگیم خیلی هست، کمک کردن به معتادین بعد از عبور از این نظام اسلامی در ایران، به بچه های خیابانی، به زنهای بی سرپرست، به هر آنچه که ما میبینیم نقطه ضعفی هست توی ایران. اینها رویاهای ما هست، دادن امید، آرامش، امنیت، اونم به توسط کلام خداوند. و وقتی ما کلام خدا رو درک میکنیم، به خوبی میدونیم که به حکمت خداوند باید توکل کنیم بدون هیچ ترس و نگرانی. ما ایمان داریم که خداوند مطابق فیضش به ما کلیسا میده. ایمان دارید؟ ما ایمان داریم خداوند مطابق فیضش این نظام اسلامی رو سرنگون میکنه. ما ایمان داریم آزادی در کشور ما میاد. ما ایمان داریم که قدرت و توانایی خواهیم داشت که دستی باشیم برای آبادانی ایران. اما ما پولی نداریم الان. ما الان امکانات نداریم. تا چجوریه؟ این امید ما از کجا میاد؟ این امید ما از حکمتی است که از خدا به من و تو رسیده. میدونیم که خدا قادر هست تحت حکمتش آنچه را که درست هست را انجام بده. همون گونه که مولوی میگه تو نه چنانی که منم، من نه چنانم که تویی، تو نه برانی که منم،
من نه برانم که تویی، من همه در حکم تو هم، تو همه در خون منی، گر مه و خورشید شوم من کم از آنم که تویی. من میدونم که خداوندا تو افکار تو، فکر تو، نگاه تو، چشمنداز تو، قدرت تو، محبت تو، رحمت تو، قولهای تو، وعده های تو ماورای من انسان هست. پس تو مرا دستگیری خواهی کرد. زیرکی، خودخواهی، چابلوسی، ریاکاری، دروغ، غرور هرگز ابزار حکمت خدا نیست. پس مواظب باشیم چک کنیم تصمیمات زندگیمون رو و بعد نگیم عجب حکمتی بود. اگه توش دروغ بود حکمت خدا نبود، حکمت خودمون بود. در زمانهای قدیم یک کاروانسرا یا به اصطلاح مسافرخونه توی یکی از این راه‌ها بوده، راه‌های قدیمی بوده و مسافرین وقتی خسته می‌شدن می‌رفتن اونجا یه خوراکی می‌خوردن، یه استراحتی می‌کردن. صاحب مسافرخونه یه بچه گربه‌ای داشته و ازش مواظبت می‌کرده. یکی از این تجار وقتی وارد اونجا میشه متوجه میشه این بچه گربه از اون کاسه‌ای که داره آب می‌خوره، این کاسه از اون کاسه‌ای با ارزشه. پیش خودش میگه الان برم بگم این کاسه رو چند میفروشی، این یه قیمت خیلی آنچنان میده، چون میدونه من نمیرم یه چیزایی رو بخرم کم ارزش باشه. پس میگه من از گربتشون میگه یه گربتو میفروشی؟ بچه گربتو میگه بله. بچه گربه رو ازش میخره و بعد میگه خب این بچه گربه من کجا بره آب بخوره؟ میشه این کاسه هم بفروشی؟ کاسه تو چند میفروشی اینو؟ حالا خود اون بچه گربه هم کلی پول ازش گرفته بوده. میگه ببین من به خاطر این کاسه تا حالا 50 تا بچه گربه فروختم. حکمت انسانی ما رو معمولا اینجور جاها میبره، به ما اون موقعیت رو نخواهد داد که ما بتوانیم بهره خوبی ازش بگیریم، پیروز نخواهیم شد حتی اگر دیگران رو فریب بدیم. بریم با هم دیگه نامه اول قرنتیان باب 2:1-16 رو داشته باشیم. آیا همه بروشور داریم؟ برادران چون به نزد شما آمدم با فضیلت کلام یا حکمت نیامدم. اجازه بدید یه لحظه من در رابطه با آنچه که میخونیم یه مقدمه بگم. در اول قرنتیان 2:1-16 توی بروشوراتون هست عزیزان، در زمان نگارش این نامه شهر قرنتوس یکی از مشهورترین شهرهای جنوب یونان و یکی از مهمترین بنادر مرکزی در اون زمان بود. البته جزء قلمرو امپراتوری روم بود و در بین یونانی ها می دانیم که بحث حکمت و فضیلت و کلام خداوند و منطق و فلسفه بسیار مشهور هستش و اون زمان خیلی بیشتر. پولس رسول نیز داره اشاره به آنچه را که در قرنتوس شده میکنه و گفتار و کلام خودش هست که کلام خودش رو داره اونجا اعلام میکنه. این از حکمت انسانی که شما درباره‌اش صحبت میکنید و حتی میتوانید با نوع سخنوری های آنچنانیتون، فن سخنوری، شما به دروغ خودتون رو برحق نمایان کنید. یعنی همون سفسطه پولس رسول میگه من اونجا نیستم، من با اون حکمت انسانی نیومدم. همه ما میدونیم که پولس رسول شخص بی سوادی نبودش، در زمان خودش دانشمند زمان خودش بود، هرچند نفوذ آنچنانی نداشت، هرچند شخص ثروتمندی نبود، کارش خیمه دوزی و خدمت بودش. یعنی با خیمه دوزی خدمت هم میکرد و معاش زندگیش رو میزد. بله. و من ای برادران چون به نزد شما آمدم با فضیلت کلام یا حکمت نیامدم، چون شما را به سر خدا اعلام می نمودم، زیرا عزیمت نکردم که چیزی در میان شما دانسته باشم جز عیسی مسیح و او را مصلوب. و من در ضعف و ترس و لرزش نزد شما شدم. یعنی با شناخت درست خدا آمدم و مواظب کلمات و جملاتم هستم. هر چیزی رو که میگم میدونم که خدا داره نگاه میکنه. درست مانند کسی هستش که پستچیه، نامه رو بهش میدن، باید همون نامه رو بره بده. نمیتونه نامه رو نصف کنه، نصف نامه رو بده. طرف میگه نصف دیگه‌اش کن. ناظری هستش.
پس آنچه که پولس گفته میگه ناظر دارم و ناظرش روح القدس هست که او رو ملزم میکنه. بله. و کلام و وعظ من به سخنان مقنع حکمت نبود، بلکه به برهان روح و قوت، تا ایمان شما در حکمت انسان نباشد بلکه در قوت خدا. حتما حکمت انسانی هم لازم هست توی امور زندگی ما. اینجا نیستیم که حکمت انسان و شعور انسان رو زیر سوال ببریم، هرگز. اما در رابطه با امور خود، که با اموری که با خدا ما در تماس هستیم، و زمانی که من اراده خدا رو میخوام، زمانی که من میخوام تحت پوشش توکل به خدا زندگی کنم، اجازه بده یه خورده عقلت استراحت بکنه. چون عقل ما از شنیدنی ها میاد. برفرض رفتید پیش پزشکی، دکتر عذر میخوام جواب کرده شما، وکیل شما رو جواب کرده، ولی میاد پیش کشیش براتون دعا میکنه، میگه خداوند با قلبم صحبت کرد که تو شفا میگیری. شما نمیتونی اینو با اون یکی کنی. حکمت خدا ماورای این هست و 2000 سال هست کلیسای مسیح، کلیسای زنده مسیح شاهد بر این هست که مریضان شفا گرفتن، شکست دلان تسلی گرفتن، آنانی که مایوس و ناامید بودن آرامش گرفتن، و چه معجزاتی شده و داره میشه. پس این رو با حکمت انسان ما هرگز نمیتونیم تطبیق کنیم، بلکه از حکمت خدا نیز باید منشأ بگیریم. در یک اندیشمند اعلام میکنه بیش از حد عاقل بودن کار عاقلانه نیستش. اگر حکمت خدا رو میخواییم، اجازه بدیم حکمت خدا در زندگی عمل کنیم. بله؟ لکن حکمتی بیان میکنیم نزد کاملین، اما حکمتی که از این عالم نیست و نه از رؤسای این عالم که زایل می‌گردند، بلکه حکمت خدا را در سری بیان می‌کنیم، یعنی آن حکمت مخفی را که خدا پیش از دهرها برای جلال ما مقدر فرمود، که احدی از رؤسای این عالم آن را ندانست، زیرا اگر می‌دانستند خداوند جلال را مسلوب نمی‌کردند. پس همون حکمتی که به من و شما داده شد که پذیرفتیم عیسی مسیح پسر روحانی خداست، پذیرفتیم 2000 سال پیش بدونی که ببینه این چشمان ما، پذیرفتیم عیسی مسیح به خاطر گناهان ما روی صلیب رفت و مرد و قیام کرد، خدا به همین طریق به تو حکمت خواهد داد. باورش کن، بیست برای زندگیت، خانوادت، برای بیزینست، برای اقامتت، برای تمام مصلحت‌های دلت. مطمئن باش وقتی میری در حضور خداوند، آنچه را که میشنوی، آنچه را که برات نبوت میشه، با ایمان بپذیر، خدا اون رو عملی خواهد کرد، همان گونه که 2000 سال پیش وعده های قبل از اون رو عملی کرد و مسیح به خاطر گناهان ما روی صلیب رفت و مرد و نیز پس از 3 روز قیام کرد. بله؟ بلکه چنان که مکتوب است، چیزهایی را که چشمی ندید و گوشی نشنید و به خاطر انسانی خطور نکرد، یعنی آنچه خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است، اما خدا آنها را به روح خود بر ما کشف نموده است، زیرا که روح همه چیز حتی عمق‌های خدا را نیز تفحص می‌کند. آمین. زیرا کیست از مردمان که امور انسان را بداند جز روح انسان که در وی می‌باشد؟ همچنین نیز امور خدا را هیچ کس ندانسته است جز روح خدا. چرا که با فکر انسانی ترس و نگرانی باعث خواهد شد که ما یک تصویر بدی توی ذهن ما داشته باشیم، اما با حکمت خدا تصویر زندگی من و شما امید خواهد بود، آرامش خواهد بود. چرا امروز ایرانی هایی که توی ایران اینقدر تحت جفا هستن، یا مسیحی های ایرانی که تحت جفا هستن، یا مسیحی هایی که در افغانستان هستن، مسیحی هایی که در کشورهای کمونیستی هستن و یا بودن، اینقدر امیدوار بودن، بازم بشارت میدن. برای چی؟ چون حکمت خدا در اونها عمل کرده و این صبر و آرامش رو خدا به اونها داده. ولی با حکمت انسانی میباید میترسیدن و نگران بودن. بله؟ لکن ما روح جهان را نیافته ایم، بلکه آن روح که از خداست، تا آنچه خدا به ما عطا فرموده است بدانیم، که آنها را نیز بیان میکنیم. خب چه چیزی رو بیان میکنه روح خدا در ما؟ به ما اعلام میکنه که خدا پدر ماست. آمین. در چی؟ در عدالت، در محبت، در حکمت، در رحمت. هدف خلقت این هست که ما شکل خدا آفریده شدیم، و جواب این سوال رو به ما میده، بازم در عدالت،
در محبت، در رحمت، و اینکه ما فرزند خدا هستیم، ما وارث عدالت هستیم، ما وارث محبت هستیم، ما وارث حکمت هستیم، ما وارث رحمت هستیم. با خودش یک مسئولیت میاره وقتی به پیروی حکمت خدا هستیم. نقطه سرخط نمیاد تموم بشه، موضوع ادامه داره، از خدا به من و از من به دیگران. بله، نه به سخنان آموخته شده از حکمت انسان، بلکه به آنچه روح القدس می آموزد و روحانی ها را با روحانی ها جمع می نماید. اما انسان نفسانی امور روح خدا را نمی پذیرد، زیرا که نزد او جهالت است و آنها را نمی تواند فهمید، زیرا حکم آنها از روح می شود. لیکن شخص روحانی در همه چیز حکم می کند. چرا در همه چیز می تونه حکم کنه؟ چون روح القدس رو داره، روح مسیح رو داره. در کلوسیان 2:3 میخونیم که اعلام میکنه تمام گنجینه های حکمت و معرفت الهی در مسیح نهفته است. امروز در روح القدس نهفته است که به من و تو داده شده. پس هر روزه از روح خدا، از حکمت خداوند باید پر بشیم. بله، و کسی را در او حکم نیست، زیرا کیست که فکر خداوند را دانسته باشد تا او را تعلیم دهد؟ لکن ما فکر مسیح را داریم. آمین. 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 لطفاً چراغ وسط رو روشن کنید. سپاسگزارم. آیا همه بروشور داریم؟ بله. بروشور هر کی نداره دستش بره بالا. بالاتر، بالاتر، بالاتر. سپاسگزارم. بله. نکات رو داشته باشیم. امروز درس ما نسبت به تصویر اشتباه تمام خواهد شد، اما به 4 نکته پرداختیم که امروز آخرین نکته است. عزیزان میتونید توی بروشوراتون بنویسید و سعی کنید اینو به یه نفر دیگه یاد بدید، خودتون بهتر یاد خواهید گرفت. چگونه میتوان از اندیشه اشتباه رهایی یافت؟ نکته اول، خدا محبت است و آدمی را به شباهت خدا آفریده و هر اندیشه بدکارانه در انسان تصویری اشتباه است که دلیل رنج او در زندگی میباشد و تقرب به خدا قلمرو نجات او خواهد شد. اینجا یه و ما اضافه داریم، البته ربطی نداره با. نکته دوم، خدا عادل است و آدمی را به شباهت خدا آفریده و هر اندیشه ناعادلانه در انسان تصویری اشتباه است که دلیل پریشانی او در زندگی می باشد و شناخت خدا قلمرو نجات او خواهد شد. بله. نکته سوم، خدا فیاض است و آدمی را به شباهت خدا آفریده و هر اندیشه خودخواهانه در انسان تصویری اشتباه است که دلیل اسارت او هست، گناه او هست. باید آزاد بشیم از اون. اسارت او در زندگی می باشد و توکل به خدا قلمرو نجات او خواهد شد. و نکته آخر رو لطفاً پر کنید. خدا حکیم است و آدمی را به شباهت خدا آفریده، پس اون انسان هم باید از حکمت خدا پر بشه. انسانی که به شکل خدا آفریده شده از حکمت خدا باید پر بشه. اراده خدا رو بخواد توی زندگی. خیلی از عزیزان اینو بارها گفتم، اراده خدا رو زمانی میخوان که به فعل رسوندن تصمیم خودشون رو، کاراشون رو کردن تموم شده، بعد میان جواب میگن بعد رسول ما راستش این کار که این کار رو که الان با مشکل روبرو شدیم میشه دعا کنیم. میگم چرا از اول نیومدی قبل از اینکه به مشکل روبرو بشی؟ چرا از اول از اراده خدا رو نخواستی؟ پس خدا حکیم است و آدمی را به شباهت خدا آفریده و هر اندیشه ناخردانه در انسان تصویری اشتباه است که دلیل ترس او در زندگی می باشد و کلام خدا قلمرو نجات او خواهد شد. با این 4 نکته مطابق آنچه که در کلام خدا آمده زندگی کنیم و یاد بگیریم و یاد بدیم با حکمت خدا زندگی کرده باشیم. سقراط اعلام میکنه حکمت را شعار خود ساز تا بهترین اهل زمان شوی و به نیکان بپیوندی تا مبادا آسیب بخوریم. در نامه یعقوب 3:17 نیز بسیار زیبا میگه، اعلام میکنه آن اما حکمتی که از عالم بالاست، یعنی از خدا هست، اول پاک و بعد صلح‌جو، با گذشت مهربان، محک بزن تصمیمات زندگی تو، پر از شفقت و ثمرات نیکو و بی غرض و بی ریا هستش و به ما آسیب نخواهد رسید. 40 سال پیش قشری از مردم ایران تصمیمی رو گرفتن،
آیا این تصمیم حکیمانه بود؟ پس حکیمانه نبود. به دنبال خدام رفتن. اما چون اون خدا خدای حقیقی و حکیمانه نبود، اسمش الله بود، 40 سال به ما آسیب زد. 40 سال به ملت ما آسیب زد. امروز مهاجرت ما به خاطر اون تصمیم اشتباه بوده. تصمیمی که ناحکیمانه بوده و متاسفانه به ما آسیب زده. از این به بعد بیاییم با حکمت خدا. میل به این داریم ایران آزاد بشه. دعا میکنیم حکمت خدا عمل کنه. چرا که داریم میبینیم خیلی از انسان ها هستن میل به آزادی ایران رو دارن. نمیتوانیم بگیم اینها حکیم هستن. شاید آسیب بیشتر بخوریم. این کار ما هست. این کار مسیحی ها هست. کار ما هستش که دعا کنیم و حکمت رو از خدا بخوایم تا در ما عمل کنه. مبادا دوباره به دام یک حکمت شرارت دیگه شیطان گرفتار شیم. فردوسی اعلام میکنه چه شد مهر میهن فراموش ما؟ کجا رفت آن دانش و هوش ما؟ که از آن سوخت جان دل دوستان، که انداخت آتش در این بوستان. کجا رفت آیین دینین ما؟ بود این چنین کشور و دین ما؟ همه جای مردان آزاد بود، به یزدان که این کشور آباد بود. به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. از خداوند بخوایم که به حکمت خدا عمل کنیم. همون گونه که فردوسی اگر به این نتیجه رسیده که ناحکیمانه بودن در روی زمین آسیب نه به ما بلکه به دیگران میزنه، این باور رو نیز ما باید داشته باشیم. بریم با هم آخرین آیه رو بشنویم، نامه افسوسیان 5:15-17، و دو تا سوال آخر رو برادر عزیز ما دقایقی رو میخواستم بعد از بهروز عزیز با شما عزیزان صحبت کنن. لطفاً تشریف داشته باشید و بعد از مطالبی که ایشون میگن هدایا رو جمع خواهیم کرد. اگر میخواهید آماده بشید برای هدایا، عزیزان چکی که ارسال میکنید اعلام میکنید به نام PWOC باشه. مهمانان ما در این قسمت آزاد باشن. این قسمتی از پرستش ما هست. بفهم کاش مونم. پس با خبر باشید که چگونه به دقت رفتار نمایید، نه چون جاهلان بلکه چون حکیمان، و وقت را دریابید، زیرا این روزها شرید است. از این جهت بی‌فهم نباشید، بلکه بفهمید که اراده خداوند چیست. آمین. آمین.